آقای سران استیونسون، آقای ویدال کوادراس، نمایندگان محترم، خانم ها، آقایان، مجدداً از دیدار شما در پارلمان اروپا بسیار خوشبختم، به خصوص از توجه و احساس مسئولیت شما نسبت به مسئله آزادی و دموکراسی در ایران و همچنین مسائل مقاومت ایران قدردانی میکنم. من از فرصت حضور در اینجا استفاده میکنم تا به دو تحول مهم در این دوران اشاره کنم. اول، توافقنامه 24 نوامبر کشورهای 5 اضافه 1 با رژیم ایران، و دوم، همچنان که آقای استیونسون گفتن، اعدام دست جمعی مجاهدان در 10 شهریور در اشرف و 7 گروگانی که هنوز سرنوشت آنها به دست مالکی نامعلوم است. دو تحولی که البته به هم ربط دارند و هر دو در بحران‌های لاعلاج رژیم ملاها ریشه دارند. چرا که دیدیم دیکتاتوری دینی در کنفرانس ژنو در زمینه هسته‌ای ناگزیر از یک گام عقب نشینی شد. باید بگم که دو عامل مهم رژیم آخوندی رو به بمب اتمی نزدیک کرده. از یک طرف نیاز مبرم ملاها به بمب اتمی بوده به عنوان تضمین استراتژیک بقای اونها، و از طرف دیگه مماشات دولت‌های غربی با رژیم ملاها، به خصوص بعد از افشای سایت‌های اتمی رژیم در نتنز و عراق از طرف مقاومت ایران. حالا ببینیم که چرا رژیم ملاها به پذیرش این توافقنامه تن داد و آیا به آن پایبند خواهد ماند، و یا اگر اجرا شود عواقب این توافق چه خواهد بود. واقعیت این است که پذیرش توافقنامه محصول بلافصل تحریم‌های بین‌المللی، مخصوصاً در شرایطی که رژیم از شروع دوباره قیام‌های مردم ایران مانند سال 88 به شدت در هراس است. همه دنیا تظاهرات و قیام میلیون‌ها مردم به جان آمده علیه دیکتاتوری آخوندها رو به چشم دیدن. اون قیام‌ها اگرچه که به وسیله رژیم ملاها سرکوب شد، اما واقعیت اینی که از بین نرفت و مانند آتش همچنان در زیر خاکستر پنهان است و در نقاط مختلف ایران هر روز به صورت این آتش شعله می کشد. در غیر این صورت رژیم ولایت فقیه نیازی به این همه اعدام در ملأ عام نداشت، اون هم اعدام در ملأ عام با جرثقال. و در دنیای امروز به نسبت جمعیت ایران در صدر جدول اعدام قرار نمی گرفت، و همچنین رژیم آخوندی نیازی به زندانی کردن 3000 مجاهد خلق در زندان لیبرتی نداشت، و همچنین نیازی به گروگانگیری و اعدام جمعی مجاهدان در اشرف در 10 شهریور امسال نداشت. پس ترس خامنه‌ای و آنچه که اون رو وادار به قبول این توافقنامه کرد، در یک کلام خطر تغییر رژیم و سرنگونی رژیم بوده. البته ما از همین میزان عقب نشینی که تا به حال انجام داده و البته بعد از یک دهه گفتگو، اونم گفتگوی بی نتیجه، عقب نشینی که به این رژیم تحمیل شده، ما اعلام کردیم که استقبال میکنیم، اما اعلام کردیم و اعلام میکنیم که این عقب نشینی کافی نیست، و تأکید میکنیم که به خاطر ممانعت از بمب اتمی در دست فاشیسم دینی و پرهیز از جنگی که ناگزیر به دنبال اون خواهد آمد، کشورهای 5 اضافه 1 میتوانستند و باید پروژه بمب سازی رژیم آخوندی رو از کار بیاندازند. دینامیزمی وجود داشت که باعث شد رژیم حتی قبل از ریاست جمهوری آخوند روحانی دستش رو به جانب آمریکا دراز کنه و با اون به طور غیر علنی به گفتگو بشینه و راهی رو آغاز کنه که به همین موافقت نامه ختم شد. حرف ما اینه که همون دینامیزم میتوانست نتایج بسیار بیشتری داشته باشد و راه دستیابی رژیم ملاها را به بمب اتمی مسدود کند و ببندد. برای همیشه میتوانست این راه را ببندد. این نه فقط به سود مردم ایران، بلکه به سود مردم سوریه، عراق و لبنان و
و تمام خلقهای منطقه هم بود. این علیه تروریسم و بنیادگرای رژیم در منطقه هم بود. اما باید دانست که متاسفانه توافقنامه فعلی به رژیم ایران همچنان ادامه فریبکاری و مخفیکاری را می‌دهد. ادامه غنی‌سازی 5%، تعطیل نشدن سایت‌های فردو و عراق، اعمال نشدن فوری پروتکل الحاقی و همچنین بازرسی‌های سرزده و حتی نپذیرفتن بازرسی از سایت شناخته شده پارچین در این شماره. امروز همه میدونن که رژیم هیچ یک از سایت‌ها یا پروژه‌های اتمیش رو داوطلبانه به اطلاع آژانس بین‌المللی نرسونده، بلکه این مقاومت ایران بوده که اطلاعات این سایت‌ها رو افشا کرده با یک کارزار گسترده، با تلاشی پیگیر و به خصوص در افشای سایت های نتنز و عراق در سال 81 و این چنین جهان رو از خطر اتمی شدن رژیم ملاها آگاه کرده و در نتیجه رژیم ملاها مجبور شدن بعد از اون زیر فشار بین المللی تن بدن به قبول پاره از این سایت ها. به همین خاطر ما هشدار دادیم و من تکرار میکنم که بدون اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی و همچنین بازرسی های بیقید و شرط، خطر دستیابی این رژیم به بمب اتمی همچنان باقی است. سوال این است که آیا به راستی پذیرش این توافقنامه به معنای دل کندن آخوندها از بمب اتمیه؟ جواب این است که خیر. آنچه آنها در این توافقنامه به اون متحد شدند بازگشت پذیر است و کلید بمب‌سازی همچنان در دست آخوندها باقی است. تنها یک هفته بعد از امضای توافقنامه، معاون وزیر خارجه رژیم و عضو ارشد تیم مذاکره کننده گفت که متن تفاهم شده بین ایران و پنج به اضافه ایران نمی شود توافق حقوقی و دارای تعهدهای الزام آوردانه است، بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است. خطوط قرمزی هم که خامنه‌ای در 29 آبان همین امسال در برابر ده‌ها هزار پاسدار و بسیجی برای مذاکرات ژنو ترسیم کرد، به روشنی نشان می‌دهد که برای اون این یک بازی تاکتیکی است و در ماهیت و استراتژی ملایان اتمی هیچ چیز تغییر نکرده است. خامنه‌ای صراحتاً گفت که هر گونه حرکتی، چه حرکت به جلو چه حرکت به عقب، مثل میدان رزم نظامی باید به دنبال رسیدن اهداف از پیش تعیین شده باشد. و رفسنجانی خیلی سریع‌تر از خامنه‌ای گفت که قبل از این توافقنامه ما در مخمصه بودیم و شرایط مانند هفته‌های پایانی جنگ بود که خمینی مجبور به سر کشیدن جام زهر آتش بس شد. همه به یاد دارند که لازمه یه نوشیدن جام زهر در انتهای جنگ بیهوده 8 ساله با عراق در سال 1367، قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز، اون هم به فتوای خمینی بود، تا بتواند اوضاع را بعد از سر کشیدن جام زهر مهار کند. ولی این بار مقاومت ایران پیشاپیش در 10 شهریور قیمت سنگین و خونین را در اشرف پرداخته است، اون هم با شهادت 52 قهرمان مجاهد خلق و اسارت 7 مجاهد دیگر. گفتم که اون چه خامنه‌ای رو وادار به قبول این توافقنامه کرد، در یک کلام خطر تغییر رژیم و سرنگونی این رژیم است. مقاومت ایران و مجاهدین خلق دقیقاً همان نیرو و قطبی است که میتواند وضعیت انفجاری را در داخل ایران به جانب یک تغییر بنیادین و تغییر رژیم سمت و سو بدهد. اما اگر این توافق مقدمه اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت باشد، میتوان آن را آغاز روند برهم خوردن تعادل درونی و بیرونی رژیم ملاها دانست.
میدونید که فشار گسترده‌ای از طرف مردم ایران برای خاتمه دادن به برنامه دیوانوار هسته‌ای ملاها وجود دارد و هیچ چیز جز نابودی تمام عیار برنامه هسته‌ای رژیم برای مردم و مقاومت ایران قابل قبول نیست. رژیم ملاها در شرایط بسیار ضعیفی قرار دارند، بنابراین غرب نباید به امتیاز دادن به آن مانعی در روند تغییر این رژیم به دست مردم ایران گردد، زیرا تغییر رژیم تنها امکان برای صلح و ثبات در این منطقه است. تکرار میکنم، تنها تغییر رژیم امکان صلح و ثبات را به منطقه خاورمیانه باز میگرداند. دوستان عزیز، مشکل مردم ایران با دیکتاتوری آخوندها فقط به برنامه اتمی که علیه مصالح مردم ایرانه ختم نمیشه، برنامه‌ای که البته به قیمت فقر، اون هم یک فقر فراگیر و ویرانی اقتصاد ایران تموم شده. مسئله اصلی ربودن حق حاکمیت و آزادی و آرای مردم ایران است، اون هم به وسیله آخوندهایی که تا به حال 60 بار در ملل متحد به خاطر نقض وحشیانه حقوق بشر محکوم شده و به رغم دعاوی آخوند روحانی در مورد اعتدال و میانه روی، از زمان به کار اومدن آخوند روحانی تا همین امروز شعار اعدام های ثبت شده به 400 نفر میرسد. هفته گذشته فقط در زندان قزل حصار در شهر کرج در نزدیکی تهران گزارش شده که 3000 زندانی در اعتراض به اعدام های جمعی همبنداشون دست به اعتصاب قضا زدند. ممنوعیت ماهواره و سانسور و فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی در ایران همچنان ادامه داره. پس تاکید میکنم که بیعملی در قبال نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران، اون هم به خاطر مذاکرات اتمی، یک اشتباه محرک است که بالمعال آخوندها را در زمینه اتمی جریتر و مهاجمتر خواهد کرد. برنامه اتمی آخوندها در نزد مردم ایران هیچ مشروعیتی نداشته و ندارد و مسعود رجوی رهبر مقاومت در این باره گفته است که آخوندها میخواهند ضعف ماهوی یک رژیم به آخر رسیده را با اورانیوم غنی شده بپوشانند. اما آیا قبل از انرژی هسته‌ای این آزادی و حاکمیت و کار و نان و مسکن نیست که حق مسلم مردم ایران است؟ این چه انرژی صلح‌آمیز و چه علم و دانشی است که سراپایش در دست سپاه پاسداران است؟ دوستان گرامی، همون سیاستی که در قبال برنامه اتمی آخوندها و تروریسم اونها تعلل می کند، متاسفانه در قبال کشتار مجاهدان در اشرف و لیبرتی نیز به نحو شوکه کنندهی بی عمل است و عمل اونها همه نیروهای آزادیخواه در دنیا را شوکه کرده است. سرکوب و محاصره و شکنجه روانی و کشتار اشرفی ها توسط دولت دست نشانده ملاها در عراق در 5 سال گذشته بدون نقض مکرر تعهدات مکتوب از جانب آمریکا و ملل متحد هرگز امکان پذیر نبود. شانه خالی کردن آمریکا و ملل متحد از تعهدات مربوط به حفاظت مجاهدان اشرف، دولت عراق را جری تر کرده است. مجاهدان لیبرتی و ایرانیان آزاده در 8 کشور جهان همکنون در حال اعتصاب قضا هستند تا وجدان جامعه جهانی را در مقابل این بی‌عدالتی بزرگ به حرکت درآورند. دیدن چهره های تکیده
و تنهای رنجوران ها هر روز و هر ساعت مرا و ما را در غم و رنجی بزرگ فرو میبرد. من به طور مستمر و به طرق مختلف تلاش کردم و تلاش میکنم تا کسانی که وضعیت وخیمی دارند از اعتصاب خارج شوند. اما آنها میپرسند چرا آمریکا و دولت‌های غربی که به ازای گرفتن سلاح‌های اونها در موافقتنامه رسمی به حفاظت یکایک مجاهدان اشرف تا فرجام نهایی متحد شدند، اونها رو بی دفاع در دهان گرگ‌ها رها کردند. اونها با اشاره به لیست تعهدات نقض شده توسط آمریکا و ملل متحد اصرار دارند که آمریکا به قول‌های مکتوب خودش عمل کنه. نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در 28 دسامبر 2011 به ساکنان اعلام کرد که تا انتقال آخرین نفر به خارج از عراق، امنیت و سلامت مجاهدان را تضمین می‌کند. این تعهد بارها و از جمله در توافقنامه چهار جانبه 16 اوت در 2012 و همچنین اطلاعیه 29 اوت وزارت خارجه آمریکا تکرار شد. بنابراین سوال ما این است که راستی چرا در چهارمین ماه بعد از حمله اشرفی ها علارغم همه اقدامات و مراجعات روزمره و درخواست های مکرر وکلا و خانواده های اونها هنوز حکومت عراق که خودش رو در این جنایت بزرگ علیه بشریت بی تقصیر جلوه میده، چرا از دادن اجساد 52 شهید خودداری میکنه و هنوز اونها به خاک سپرده نشدند؟ واقعیت اینه که امروز مالکی با وقاحت حتی بعد از بازگشت از سفرش به آمریکا پی در پی از حکم دستگیری 120 تن از مجاهدان در لیبرتی صحبت میکنه. مجاهدانی که همگی دارای کارت افراد حفاظت شده اون هم تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند و کمیساریای عالی پناهندگان هم اونها رو افراد مورد نگرانی ذکر میکنه. آمریکا و ملل متحد متاسفانه تا الان در این باره همچنان سکوت کردند، در حالی که به خوبی میدونند این احکام همگی مجعول و ساختگیه و این برای یک کشدار بزرگ دیگه در لیبرتی داره زمین سازی میکنه. بنابراین من از اینجا و به کمک شما از ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده میخواهم و به آنها فراخوان میدهم که با استفاده از نفوذ خودشون حکومت عراق رو به آزادی 7 گروگان و همچنین قبول کلیه الزامات عملی برای تضمین امنیت لیبرتی وادار سازند و از یک فاجعه بزرگ انسانی دیگر جلوگیری کنند. این در توان آنهاست و وظیفه آنهاست. بله، همچنان که گفتم این در توان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکاست و وظیفه آنهاست و باید در اسرع وقت به این خواسته منتخبین مردم اروپا و آمریکا، همه ایرانیان آزاده و همه خانواده های آنها جواب بدهند و هرچه سریعتر عمل کنند. دوستان عزیز، در بحبوحه فاجعه آفرینی سیاست مماشات جای خوشبختی است که نمایندگان پیشتازی چون شما پرچم یک سیاست صحیح و مسئولانه رو به دست گرفتید و به پیش می روید. سیاستی مبتنی بر احترام به حقوق بشر و ارزش‌های انسانی برای همه انسان‌ها در همه کشورها و با تحمل انواع ناملایمات و فشارها راهگشای این مسیر صحیح و اصولی هستید. برای همه شما در این مسیر آرزوی موفقیت می‌کنم.